1 2 3. امروز میخوام همینجوری که دارم نقاشی میکشم یه دونه تست روانشناسی هم بزنم که سونیا هم کمکم میکنه اینجا نشسته اینجا. خب آماده ای؟ آره، همینجوری که من دارم رنگ رو درست میکنم که کار کنم، شما شروع کن. خیلی جنجال. ببین 5 درجه داره. کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم. اوکی. خود مردم برای من جذاب‌تر هستن تا عقاید و احساساتمون. مخالفم. عقاید و احساساتشون برام مهمه. با دیگران بودن من انرژی میده. کاملا باید مخالف باشی. بستگی داره که کیا باشم و تو چه جمعی باشم. بکنم که بایم وسط رو بزنی بهتر. نظری احساس برقرار کردن با دیگران دوست دارم. بزنم باید بازم کاملا سخته برام احساس برقرار کردن. پس مخالف. در مقایسه با اطرافیانم دوستان آشنایی زیادی دارم. کاملا مخالف. خودم رو اجتماعی میدونم. اشتباهی آدم کاملا مخالف. رفتن من آسون. رفتار گرم و پرحرارتی دارم. خب حالا اینجوری هم نیست دیگه. خب اینا بکنم باید کاملا مخالف رو بزنم. دوست دارم در کنار دیگران باشم. اینش خیلی بستگی داره که دیگران کیا باشن. آدم های کمی که دور برم هستن و اوکی هم که اطراف اونا باشم، ولی مثلا اطراف کسایی که نمیشناسم نه. اول عمل میکنم و بعد درباره آن میاندیشم. نه اما فکر میکنم. آره نه کاملا مخالفی. نه مخالفم. معتقدم که شناختن من دشوار است. موافقم. من موافقم. دوست دارم با خودم خلوت کنم و درباره زندگی فکر کنم. کاملا موافقم. دوست دارم فقط با عده کمی دوست باشم اما صمیمی و نزدیک. آره کاملا موافقم. یه گلی مثلا که این راست ببینید که خیلی وقتا دوست دارم با خودم تنها باشم. موافقم. معمولا تودار هستم. کاملا موافقم. محتاط هستم. هستم. اهل ریسک نیست. آره اینو میدونم. شمرده و معمولا آروم حرف بزنم. این اصلا من جواب میدم. کاملا موافقم. دوست دارم بفهمم چرا وقایع رخ میده. 100% کاملا موافق. فکر کنم موافق. معتقدم که انسان ها از مغز خود به حد کافی استفاده نمی کنن. از جمله خودم. بفرمایید. ممکنه بی احساس جلد کن. نه نه من از دارم. موافق. عبوس. محافظه کار و واقع بین به نظر می رسم. به نظر می رسم. مسائل رو شخصی نمی کن. چرا تو ذهنم میکنم این کارو؟ آره موافق. بده به نظرم خیلی. دوست دارم بیشتر به احساسم که ندای قلبم توجه کنم تا عقلم. احساساتی هست یعنی اصلا یاد حالت منطقی بکنم. وسط. من با دیگران مهربان هستم و با آنها اظهار همدردی میکنم. منم یعنی چی؟ یعنی من بگم آره من خیلی مهربونم. خیلی سخته برام هم دردی کردن راستش. سعی میکنم اینجوری باشم. من نمیتونم. ولی خیلی برام سخته. عبوس. احساس. مهمه که سعیمو میکنم. ممنون بابا. احساس رو بر منطق ترجیح میدم. نه. مخالف. از بس اختلاف بر رو در رو پرهیز میکنم. آره قطعا. آره کاملا. احساساتم خیلی جریحه دار میشه اصلا.
تو یه دوره‌ای که همه دخترها دارن، اونم پی ام اس، خیلی اونجوری میشم، یعنی بهم اینجوری کنی میتونم گریه کنم. ممکنه هیجان زده و برانگیخته به نظر برسم. مخالف. دوست دارم به حقایق و جزئیات بپردازم. 100% کاملا موافقم. من خیلی به جزئیات دقت میکنم. ترجیح میدم در لحظه زندگی کنم. قطعا آره موافقم. خب بستگی داره چقدر آدم بتونه. اغلب مطالب غیر داستانی رو برای مطالعه ترجیح میدم. آره موافق کامل. گذشته رو دقیق به یاد میارم. من بیشتر چیزای منفی رو به یاد میارم راستش. یعنی موافقی؟ آره. صریح و مختصر و مفید سخن میگم. سخن نمیگوید. آره من اینجا هم که اگه دروغی گفت من بدون فراتر از سطح ظاهری رویدادها چه اتفاقی میفته. 100% کاملا موافق. من نسبت به دیگران خودم آرمانگرا میبینم. آرمانگرا یعنی چی؟ یعنی که خیلی ما بدیم یعنی که اینا که مثلا رویه های خیلی بزرگی دارن. چون من اصلا اینجوری نیستم. الو بلند پرواز و اینجوری نیستی؟ نه. پس دوست دارم مطابق برنامه ریزی عمل کنم. آره دوست دارم با دقت برنامه ریزی کنم. آره من هر چیز کوچیکی که میخوام انجام بدم مثلا توی روز یا کلن و باید حتما بیارم روی کاغذ و بنویسمش. آره مثلا حتی شده مثلا یه لحظه یه چیزی اومده تو ذهنم بعد سریع مثلا توی نوتم یا یه جایی مینویسم که یادم بمونه. خیلی و اگه ننویسم اون هی تو مغزمه، هی اونجا هست و کنار نمیره. آره مینویسم راحت میشه. مرتب و با انضباط هستم. عوضی نیستم، هستم بچه ها دوری من تو اتاقه خدایی هستم. باش. آره خیلی نه ولی بگه حواسم از بچه ها نمیدونم. ولی نه مثلا اینجوری هستم که مثلا اتاقم باید تمیز کنم یه هم میره رو مخم بعد به کارهای دیگه برسم. بله هستم. باش. دوست دارم تصمیم گیری کنم. در هر شرایطی به سرعت تصمیم میگیرم. اصلا به سرعت تصمیم نمیگیرم. یه لاک پشت دیگ میدم. همشم بین دوراهی میمونم. اغلب عجله دارم. ریتم تند رو دوست دارم. نه اصلا اینجوری نیست. محل کارم معمولا تمیز و مرتب. عجب و عجب آدم. یا خب نقاشی اینجوریه که وسیله هاش زیاده بعد این ور اون ور هستش. اون الان مرتبه. خدای کثیف نیست. خوبه که مامانم نیست. قوانین، نظام ها و ساختارها رو دوست دارم. اصلا مخصوصا که تو ایرانم هستیم و بعد در اغلب مواقع صبورم و در انجام کارها ریتم آرومی دارم. کاملا موافق. نمیتونه موافق نباشه. اما با ادامه نمیدیم. بسیار انعطاف پذیر هست. نه. کاملا مخالف. برای ایجاد انگیزه در خودم به دیگران نیازی ندارم. خیلی سعی میکنم که اینجوری باشه. هست به نظر. جدیدن حس میکنم بهتر شدم توی این قضیه. آره میتونم بگم موافق. محل کارم اغلب کثیف و به هم بیرون. بابا اینو مگه نفرسی؟ خب بریم برای مشاهده. اه تموم شد؟ 39% در برونگرایی، 87% درونگرایی. یعنی کلن بیشتر درونگرایی.
آره قطعا اینو که خودم هم میدونستم. آره. خب قبل اینکه تست بزنم بین احساسی بودن و منطقی بودن دقیقا توی یه لبلی جفتش با هم، بعضی موقع این بر بعضی موقع اون بر. بین منعطف بودن و قضاوتی بودن بازم توی هم منعطف بودن. و تیپ شخصیتی ISFJ هست. یعنی چی؟ یعنی درونگرا، احساسی، قضاوتی. حالا ویژگی های تیپ شخصیتی همون ISFJ. خب کلن تیپ شخصیتی ساکت، محتاط و بسیار قابل اتکاه. از نظر شخصیت شناسی این شخصیت دوست داره به دیگران خدمت کنه و سعی میکنه برای اطرافیان خود مفید باشه. دیگه اگه بتونم دیگه، اگه از دستم بر بیاد. این تیپ شخصیتی خیلی واقع‌گرا و عملیاتی. خوبه واقعا خوب. بسیار متعهد و ثابت قدم. بسیار واقع‌بین و بیشتر جذب انسان‌های آروم و کم ادعا میشی. آره بچه‌ها. آره. کلا مثلا آروم. بیشتر فکرم ارتباطی میگیره. خیلی قابل پیش بینی اینجا نوشته. میتونم باشم. و کوچیک‌ترین جزئیات هم توی ذهنت میمونه. آره آره. واقعا هم چقدر درست خیلی میمونه. و خیلی هم بده چون جزئیات منفی که میمونه آره اذیت میکنه آدم. این تیپ شخصیتی دوست داره همه مسائل شفاف باشه و میتونه به خوبی تصمیم گیری بکنه. آره ترجیح میدم شفاف باشه دیگه، چرا نباشه. این خیلی خوبه. دفعه میکنم که این خوبی داره که این تیپ شخصیتی بیشتر از اینکه حرف بزنه عملگراه و دوست داره به مردم کمک بکنه. بس میگه بیشتر از اینکه حالا بگیرم مثلا یک کسی هستم من اینجوری هم اونجوری هم ولی اصلا در عمل اینجوری نیستم. حالا این برعکسش رو نمیشته بیشتر عملگرایی. این تیپ شخصیتی دارای روابط گرم و صمیمیه. جواب اشتباه شد. با افراد کمی. نظری که قضاوت دیگران برات مهمه. خیلی هم مهمه. آره مهمه. یعنی نباید باشه ولی خب آره سعی میکنم که نباشه ولی نمیتونم جلو خودم بگیرم مهمه. یعنی بعضی موقعا یهو یه چند ساعت یا چند روز مثلا ذهنم درگیره، مثلا حالا شاید یکی یه جمله کوچیک گفته یا یکی یه نگاهی کرده که مثلا آره حالا مثلا لابد چیزی هم نبوده ها، شاید در واقعیت چیز خاصی نبوده ولی تو ذهن من میمونه بهش فکر میکنه. این سریال شخصیتی معمولا احساسات شخصی خودش رو نشون نمیده. آره خیلی هم بده. یعنی هر چقدر به نظرم آدم راحت تر باشه بتونه احساساتش رو نشون بده واقعا آدم خوشبختریه، به همه، به خانواده، به دوست، به هر کسی. حالا اینجا ضعفتون نمیشته چیه؟ ضعف کاری که تو تیپ شخصیت تو انتقاد رو زده سخت قبول میکنی و انعطاف و حالا انعطاف زیاد رو انعطاف کمه و دوست داری که مسئولیت های زیادی بهت بدن تو اون حوزه که داری فعالیت میکنی و اینکه نقاط قوت حالا اون کاری که مثلا داری انجام میدی تمرکز و توجه زیادی به جزئیات داری و دقت بالایی کار رو انجام میدی. آره. سلام علیکم، منتظر خونه. خب بدش که آخرشه. نه آخه میدونی چیه چیز ما ویدیو میگیری. آره باحال بود. انظرم به انجام بکنی لینکش رو میذارم. چیزم بود، رایگانم بود. خیلی باحال بود. ISFJ بود. ISFJ یعنی که تیپ شخصیت اوسکولان.